دیپلمات بمبگذار، دفترچه‌های مرموز و خواب‌های آشفته. کامبیز غفوری، ایران وایر، 15 فروردین. تیر ماه گرم 1397 در یک اتومبیل پژو 308 شاعری به نام مهرداد عارفانی از بروکسل به سمت پاریس حرکت می‌کرد. در جیب او دو تلفن همراه بود. یکی به شماره 2614 ختم می‌شد و دوستانش از آن خبر داشتند. دیگری با 4 شماره آخر 1791 که عمده معدودی از آن خبردار بودند. علاوه بر این دو شماره تلفن بلژیکی، یک سیم کارت اتریشی نیز در خانه منتظر او بود. همزمان یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اتریش به سمت مرز آلمان می‌راند تا به لوکسامبورگ برود. نقطه اتصال شاعر به دیپلمات در این داستان بمب است. یک دستگاه انفجاری کوچک اما مرگبار که زوجی به نام‌های نسیمه نعامی و امیر سعدونی مأمور بودند تا از لوکسامبورگ حمل کنند و با کمک مهرداد عارفانی در یک همایش سازمان مجاهدین خلق منفجر کنند. هنگامی که مهرداد عارفانی به پاریس رسید، دستور قضایی مراقبت نامحسوس از او و تلفن‌هایش نیز در شهر صادر شد. به شاعر باز می‌گردیم. اسدالله اسدی، دیپلمات عملیاتی. باور ما نمی‌شد. این جمله را یک مقام اروپایی در گفتگو با من درباره پرونده اسدالله اسدی به زبان آورد. او ادامه داد: فکرش را هم نمی کردیم که بمب را با هواپیمای مسافربری حمل کند. مقام اروپایی ادامه داد: سرویس های امنیتی اتریش اسدی را با دقت زیر نظر گرفتند. او در ماه مه 2018 ناگهان پروازهای متعددی به تهران انجام داد. گوشه سرویس ضد تروریسم اتریش BVT تیز شده بود. آنها اطلاعاتی دریافت کردند که اسدی می‌خواهد هنگام بازگشت از تهران به وین با پرواز 872 هواپیمایی اتریش در ماه ژوئن بسته بمب را با کیف دستیش حمل کند. محتویات کیف دیپلمات‌ها بازرسی نمی‌شود. سرویس ضد تروریسم کد 43 را روی کامپیوتر بخش کنترل مرزی فعال کرد تا حتی وقتی حسگر دستگاه‌های پیشرفته تشخیص ماده منفجره بمب را هنگام عبور اسدالله اسدی از گیت‌ها تشخیص دادند، ماموران مزاحمتی برای او ایجاد نکنند. هدف این بود که اسدی با تعقیب و مراقبت دائم هنگام تحویل بمب به عاملان عملیات دستگیر شود. اما آنچه سرویس امنیتی بلژیک چند روز بعد به دست آورد فراتر از انتظار بود. یک غار علی بابا سرشار از گنج‌های اطلاعاتی و امنیتی. غار قرمز علی بابا. غار علی بابا یک فورد قرمز بود. این اتومبیل فورد را اسدالله اسدی 3 ماه قبل از عملیات کرایه کرده بود تا با همسر و فرزندانش به تعطیلات برود. اسدی 1 سال قبل از دستگیریش با یک اتومبیل کرایه دیگر از اتریش حرکت کرد و 3 روز را برای ارزیابی چگونگی برگزاری مراسم سازمان مجاهدین در پاریس به سر برد. برای ردگم کردن، اتومبیل با گواهینامه فردی به نام محمد رضا زائری از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای کرایه شد. فورد قرمز سرنشینی داشت که شبیه به مقام‌های یقه ولایتی وزارت خارجه نبود. کلاه حصیری، لباس آستین کوتاه و ریش تراشیده پوششی نیستند که معمولاً دیپلمات‌های جمهوری اسلامی حتی در زمان تعطیلات از آن استفاده کنند، مگر آنکه خبری باشد. یک بمب پیشرفته حاوی 0.5 کیلوگرم ماده انفجاری تریاستون تریپراکساید TATP همراه با چاشنی و ریموت کنترل جداگانه در صندوق عقب اتومبیل بود. اما نه همسر اسدی از آن خبر داشت و به تبع نه فرزندانش. نسیمه نعامی، یک جاسوس متفاوت. نسیمه نعامی بیش از 1 دهه پیش تحت عنوان پناهنده سیاسی به اروپا رفته بود. اما او مانند بقیه پناهنده ها نبود. به محض صدور اقامت پناهندگی
رفت آمد او به ایران با پاسپورت جمهوری اسلامی از خاک ترکیه آغاز شد. سال 2004 میلادی از طریق اینترنت با امیر سعدونی آشنا شده بود. یک سال بعد به طور غیابی ازدواج کردند و 3 سال بعد از آن نسیمه با پاسپورت جعلی وارد هلند شد. سعدونی او را به بلژیک برد و تقاضای پناهندگیش را ثبت کرد. نسیمه بلافاصله بعد از ورود به بلژیک روی امیر کار کرد تا او را برای همکاری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آماده کند. نسیمه تا پیش از آن که تابعیت بلژیکی بگیرد با جواز سفر پناهندگی به ترکیه می رفت و از آنجا با گذرنامه ایرانی صادره از سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل به تهران سفر می کرد. پس از آن که تابعیت بلژیکی گرفت دیگر تلاش چندانی برای مخفی نگه داشتن سفرها نمی کرد. سوابق گذرنامه های ایرانی او نشان می دهد که بین سالهای 2010 تا 2018 بارها به ایران سفر کرده است. این سفرها اما منحصر به دیدار دوستان و خانواده نبود. امیر سعدونی گفته است که همکاری آنها با وزارت اطلاعات از سال 2007 شروع شد. اما شواهدی وجود دارند که فعالیت‌های نسیمه بسیار بیش از آن چیزی بود که همسرش می‌دانست. به ظن قوی، روند آشنایی اینترنتی از ابتدا یک تله برای استخدام کردن امیر سعدونی بود. نسیمه فرد بالادستی امیر در تشکیلات ترور محسوب می‌شد. در برخی سفرها به ایران، نسیمه همسرش را همراه می‌برد. آنها به خانواده‌هایشان در اهواز و آبادان سر می‌زدند. اما به روایت امیر در اعترافاتش، بخش مهمی از سفرهایشان در ملاقات با ماموران اطلاعاتی می‌گذشت. در ابتدا اداره اطلاعات خوزستان مسئول تماس‌ها بود. رده کم کم بالاتر رفت و اسدالله اسدی شخصاً وارد ارتباط شد. زمانی که در تهران بودند، محل اقامتی که برایشان در نظر گرفته می‌شد، هتل استقلال بود. امیر سعدونی در گفتگو با ماموران امنیتی بلژیکی، جزئیاتی از دیدار با اسدی در هتل استقلال را روایت کرده است. همین همکاری امیر باعث شد که حکم زندان او با اندکی تخفیف صادر شود. در ادامه به دلایل این همکاری خواهیم پرداخت. امیر سعدونی خود پیش از آشنایی با نسیمه در پی چندین بار رد درخواست پناهندگی سیاسی تحت پوشش هوادار در چندین تظاهرات سازمان مجاهدین شرکت کرده بود و با برخی چهره‌های این سازمان عکس گرفته بود تا از این عکس‌ها در پرونده‌اش استفاده کند. سرانجام نیز با درخواست اقامتش به دلایل حقوق بشری در بلژیک موافقت شد. امیر و بازی خطرناک پلی‌استیشن با دایی. امیر سعدونی در یک قدمی ثروتی بود که مدت‌ها آرزویش را داشت. او در سالهای آغازین ورود به اروپا با کارگری در بندر، نگهبانی در انبار و تحویل پیتزا به منازل زندگی را می‌گذراند. اولین پولی که او برای یک روز سرگوش آب دادن دریافت کرد، بیش از معادل حقوق یک ماهش بود. قرار بود اگر به اطلاعات بهتری از مجاهدین دست پیدا کند، دفعه بعد پول بیشتری دریافت کند. حالا نیاز به کار نداشت. پول بود که به زندگی او سرازیر می شد. حلقه وصل او به امنیتی ها نسیمه بود. قرار شد انفجار روز 9 تیر آخرین مأموریت آنها باشد. یک مرسدس سرمه‌ای زیر پای امیر و نسیمه بود و می‌خواستند ویلایی به قیمت حدود 500,000 یورو به نام نسیمه بخرند. نیمی از این پول را در این مدت به صورت سیاه دریافت کرده بودند و طبق وعده اسدی بقیه هم بعد از افتادن آبها از آسیاب پرداخت می‌شد. روز 7 تیر در لوکسامبورگ همراه با دریافت کیف بمب رمزها را مرور کردند. فقط از طریق مسیج تماس می‌گیریم. تمام پیامک ها باید طوری باشند که اگر به صورت راندوم چک شدند، هر خواننده ای فکر کند درباره تورنمنت بازی کامپیوتری صحبت می کنیم. پلی استیشن خود بمب است و اتصالات چاشنی و فعالسازی فیش تلویزیون. وقتی می گوییم فلان ساعت بیا پانسیون، یعنی همان ساعت گوشی روشن باشد. تا چند ماه بعد از عملیات هم هیچ تماسی نگیرید. ایمیل مطلقاً استفاده نشود. سفر هوایی نکنید. در موارد ضروری فقط از راه زمینی تردد کنید.
اسدی به دفترچه یادداشت قرمزش نگاه دیگری انداخت تا چیزی را از قلم نینداخته باشد. خدا به همراهتان، ضد تعقیب یادتان نرود. زوج بمبگذار عصر هفتم تیر سوار مرسدس شدند و از لوکسامبورگ به سمت بلژیک راندند. آنها هم مانند سایر رابطان نام اسدی را تحت عنوان دانیل در گوشی‌های خود ثبت می‌کردند، اما امیر و نسیمه در جریان عملیات او را دایی می‌خواندند. مهرداد عارفانی، عاقبتی که خیر نبود. به شاعر برگردیم. مهرداد عارفانی با خیلی‌ها در بروکسل رفت آمد داشت. شعرهای درجه چندم می‌سرود، شعارهای تند می‌داد و در تظاهرات و تجمعات مجاهدین نیز شرکت می‌کرد. چند کتاب به چاپ سپرده بود و در محافل ادبی کوچک ایرانیان در شهرهای اروپایی سخنرانی می‌کرد. اکثر فعالان سیاسی ساکن بروکسل که چندان با کامپیوتر آشنایی نداشتند، به یاد دارند که او را به خانه‌هایشان دعوت کردند تا برایشان نرم‌افزار نصب کند و سیستم‌هایشان را مرتب کند. هنوز کسی نمی‌داند تا چه اندازه اطلاعات این کامپیوترها به دست وزارت اطلاعات افتاده است. عارفانی کارهای فنی ساختمانی از لوله کشی تا نقاشی ساختمان را بلد بود و هر جا کمکی لازم بود می شتافت. برخلاف مرسدس بنز نسیمه و امیر، اتومبیل پژوی معمولی زیر پای عارفانی بود و گاه از کمکهای دولتی به افراد بیکار یا محتاج استفاده می کرد. به همین خاطر زمانی که بازداشت شد بسیاری فکر می کردن اشتباه شده. حتی برخی در حال جمع کردن پول بودند تا برایش وکیلی دست و پا کنند، چون به قول آنها مهرداد مال این حرف ها نبود. وقتی در حکم دادگاه آنتورپ قید شد که مبلغ 226 هزار یورو پول که از جانب گروه های تروریستی به او پرداخت شده بود کشف و مصادره شده است، دهان بسیاری از حیرت واماند. اما حیرت را دوستان او در همایش نهم تیر 1397 در پاریس نیز تجربه کردند. مهرداد آن روز چهره مضطربی داشت. منتظر دیدن نسیمه و امیر بود، ولی خبری از آنها نبود. مدام سعی می‌کرد بیرون سالن همایش باشد. در پارکینگ ناگهان یک گروه ویژه اعزامی از پلیس فرانسه برای دستگیری او هجوم برد. دوستان مهرداد از هواداران سازمان مجاهدین که نمی‌دانستند داستان چیست، در برابر دستگیری او مقاومت کردند و خودشان هم بازداشت شدند. آنها وقتی در بازداشتگاه چهره رنگ پریده عارفانی، سکوت او و اتهام بمبگذاری در بین خودشان را شنیدند، بهت زده بودند. البته پلیس بعد از ساعتی آزادشان کرد و در پی تماس با دیگران متوجه شدند که آنها هم غافلگیر شدند. انفجار نیم کیلوگرم استون پراکساید در یک فضای بسته می توانست جان صدها نفر را بگیرد. دیوانگی هدفمند جمهوری اسلامی. انفجار یک بمب در سالن همایشی که غیر از مریم رجوی و هواداران مجاهدین، چهره‌های سیاسی آمریکایی، بریتانیایی، ایتالیایی و بسیاری از شخصیت‌های کنونی و پیشین دولت‌های گوناگون حضور داشتند، یک دیوانگی بود. وکیل شخصی دونالد ترامپ، یک نامزد پیشین ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه آمریکا، وزیر پیشین بریتانیا و بسیاری دیگر جان خود را از دست می‌دادند. اما جمهوری اسلامی دیوانه نبود. قرار بود این انفجار یک تصفیه حساب درون گروهی در سازمان مجاهدین تلقی شود و با همزمانی آن با سفر حسن روحانی به اروپا، توجیهگران در وزارت خارجه جمهوری اسلامی بگویند مگر ما دیوانه ایم که چنین کاری کنیم. کما اینکه پس از دستگیری اسدی، جواد ظریف که همراه با روحانی در اروپا به سر می برد، با اشاره به دستگیری اسدی در روز ورود روحانی به اروپا گفت: شما فکر میکنید ما واقعا دیوانه ایم؟ ما این کار را در چنین روزی میکنیم؟ با این حال حساب و کتاب ها به گونه دیگر پیش رفت و بمب پیش از انفجار لو رفت. در عوض کوهی از اسناد و مدارک اقدام به ترور در دستان سرویس های امنیتی اروپا بود. علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، روز سوم بهمن 1397 به خبرگزاری ایسنا گفت: اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم. این بار اسناد حرف می‌زدند. امیر سعدونی قرار بود بعد از انفجار در صورت لزوم سربنیس شود.
و سپس با انتشار عکس‌های او در کنار مهدی ابریشمچی و چندین تصویر در همایش مجاهدین دلیل انفجار را اختلافات درونی سازمان مجاهدین اعلام کنند. کشتن سعدونی هم انتقامگیری مجاهدین محسوب می‌شد. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برنامه تبلیغاتی خود را آماده کرده بودند. قرار بود اگر قضیه انفجار در عرصه بین المللی به راحتی رفع و رجوع نشد، جسد سعدونی در جایی یافت شود و همراه با انتشار تصاویرش هم انفجار و هم قتل او تحت عنوان تصفیه حساب باندهای درونی مجاهدین به رسانه ها راه یابد. احتمالاً جمهوری اسلامی روی تعداد قابل توجه لابی های خود در رسانه های خارجی نیز حساب کرده بود. بازجویان این نظریه را با سعدونی در میان گذاشتند و به او اسناد و مدارکی را نشان دادند که حاکی از برنامه‌های درازمدت نسیمه بود. هنگامی که بازجویان جزئیات گزارش‌های نسیمه درباره شوهرش به مقام‌های امنیتی ایران را به امیر دادند، او فهمید در تمام این مدت یک بازیچه در دستان نسیمه نامی بوده است. وانگاه که دریافت مقام‌های امنیتی طبق گزارش‌های نسیمه او را به عنوان یک عنصر متزلزل، ترسو و غیر قابل اعتماد می‌شناسند، فرو ریخت. امیر سعدونی شروع به حرف زدن کرد و رازهای مگو را با بازجویان در میان گذاشت. بسیاری از جزئیات به دلیل مسائل خصوصی و نداشتن ربط مستقیم به پرونده ترور در دادگاه علنی مطرح نشدند. دادگاه در نهایت به امیر سعدونی بابت همکاری 3 سال تخفیف داد و به جای 18 سال او را به 15 سال حبس محکوم کرد. بازجویان در ملاقات حضوری نسیمه و امیر در زندان تشرح‌های نسیمه را به او که چرا حرف زدی و پاسخ‌های سعدونی را ثبت کردند. در دادگاه زمانی که مهرداد عارفانی از اساس آشنایی با سعدونی را رد کرد و تقصیرها را به گردن او انداخت، سعدونی بیش از پیش برافروخت و با او درگیر شد. رتبه عارفانی در نهادهای امنیتی از امیر و نسیمه بالاتر بود. مهرداد عارفانی متولد 1342 در شهسوار در جوانی طرفدار گروه آرمان مستضعفین شد که در دهه 1360 قلع و قمع شدند. او نیز در همین ایام دستگیر شد و چند سال را در زندان گذراند. در زندان با هواداران سازمان مجاهدین که اکثریت زندانیان سیاسی آن دهه را تشکیل می‌دادند آشنا شد. دهه 1370 را در ایران گذراند و در اواخر این دهه به اروپا رفت و تقاضای پناهندگی کرد. در بلژیک با وجودی که خود را بی خدا می‌خواند، به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد و به کارهای داوطلبانه مانند عکاسی و فیلمبرداری از نشست‌های آنها پرداخت. با اینکه دادستان‌ها ابتدا نقش او را دست کم گرفته بودند و برایش تنها 15 سال زندان درخواست کردند، دادگاه به دلیل تلاش برای فریب دستگاه عدالت عارفانی را به 2 سال بیشتر یعنی 17 سال زندان محکوم کرد. نسیمه نعامی 18 سال زندان گرفت و در نهایت تابعیت بلژیکی هر سه نام برده لغو شد. اسدالله اسدی هم که حق استفاده از مسئولیت دیپلماتیکش چندین بار در دادگاه‌های آلمان، بلژیک و اتریش رد شده بود، به 20 سال حبس معادل حبس ابد در بلژیک محکوم شد. دفترچه‌های مرموز و خواب‌های آشفته. به غار علی بابا بازگردیم. در داشبورد اتومبیل کرایه فورد قرمز اسدی چند دفترچه به رنگ‌های قرمز، سبز و سیاه یافت شدند. بخشی از مندرجات دفترچه قرمز شامل یادداشت‌های اسدی برای عملیات 9 تیر 1397، دستورالعمل‌های کار با دستگاه انفجاری و نکته‌های امنیتی، آدرس محل همایش مجاهدین و موارد دیگر بود. اسدی بر اساس آموزش‌های امنیتی می‌دانست که خطر یادداشت‌های آنلاین بیش از یادداشت‌های کاغذی است. اما دلگرمی او بیشتر به پاسپورت دیپلماتیکش بود و می‌دانست که اتومبیل دیپلمات‌ها را بازرسی نمی‌کنند. او با تکیه بر مسئولیت دیپلماتیک با خیال راحت این دفترچه‌ها را حمل می‌کرد و این فرض را در نظر نگرفته بود که دستگاه‌های امنیتی اروپا با همکاری سرویس‌های غیر اروپایی بر جزئیات عملیاتی که او رهبری می‌کرد سوار شدند و می‌توانند مسئولیت دیپلماتیک او را نیز نادیده بگیرند.
اسدالله اسدی حتی زمانی که در آلمان اتومبیل کرایه‌ای را به کارواش برد و تقاضای شستشوی کامل داخل و صندوق عقب را کرد که آثار احتمالی TATP را بزداید، این دفترچه‌ها را از بین نبرد. هرچند که در زمان دستگیری هم سگ‌های پلیس بوی مادی منفجره را تشخیص دادند و هم مسئولیت دیپلماتیک این بار کارگر نیفتاد. دفترچه سبز اما شرحی بود از 289 مدخل، عمدتاً مربوط به پرداخت‌های مالی و آدرس مکان‌هایی در اروپا. در مندرجات این دفترچه دیده می‌شود که افرادی با نام کوچک یا نام خانوادگی عمدتاً مستعار، مبالغی را تحت عنوان حقوق، هزینه عملیات و حتی مساعده از اسدی دریافت می‌کردند و گاه به او امضا می‌دادند. مقام‌های امنیتی در 11 کشور از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا مأمور شدند تا این افراد را شناسایی کنند. بیشترین مبلغ 144 مورد در آلمان پرداخت شده است. و البته یکی از آدرس‌های درج شده در این دفترچه نشانی مرکز اسلامی هامبورگ است. ده‌ها نفر دریافت کننده این مبالغ بودند. برخی شهروندان ایرانی مقیم آلمان تاکنون در رابطه با این دفترچه احضار و بازجویی شدند. در دادگاه آنتورپ که مسئول رسیدگی به جرایم اسدالله اسدی و سهمدست او بود، گفته شد که احکام زندان فعلا تنها برای این 4 نفر صادر شده است و با اینکه دادگاه طبق قوانین نمیتواند رسما جمهوری اسلامی را محاکمه کند، لیکن افراد فهرست شده در دفترچه سبز از این پس نمی توانند شبها راحت بخوابند. نگاهی به سوابق. وزارت اطلاعات قصد داشت پس از انفجار در گردهمایی مقاومت ایران، امیر سعدونی را مشابه مسعود دلیلی پس از قتل عام در اشرف سربنیست کند و به حساب مجاهدین بگذارد. دلیلی راهنمای حمله وحوش و مزدوران به مقر فرماندهی در اشرف در حمله دهم شهریور 1392 بود. وزارت اطلاعات مزدوران، خدابنده و مستاقی را از قبل به همین منظور در زمان مقرر برای انفجاری که بمب آن باید هرچه نزدیکتر به خانم رجبی کار گذاشته می شد، در یک تلویزیون فارسی زبان تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین به انتظار نشانده بود. در روز 14 آبان 98 یکی از همین ماموران، مزدور خدابنده، در همان تلویزیون فارسی زبان گفت: در سال 2018 وقتی که بمبگذاری قرار بود بشه توی ویلپند فرانسه جلسه مجاهدین، مدارکی بیرون اومده که نشون میده که خود مجاهدین در این درگیر بودن، یعنی یه مقدار فیک نیوز و درست شده بوده، یعنی یه کار اطلاعاتی شده که هم برای اونا مفید بوده هم برای راست نیوکانسرواتیو ها و راست های اروپا و آمریکا. مزدور مستاقی پس از قتل عام 10 شهریور 1392 در اشرف نیز کشتن و پوست کندن صورت دلیلی را که رژیم در پایان حمله انجام داد به مجاهدین نسبت داده بود. جواد ظریف، کنفرانس مونیخ، 27 بهمن 1397. Unfortunately, we've been negotiating this for many months, if not years to come. European Union imposed new sanctions on Iran last month. It put 2 Iranians on its list as well as an intelligence unit after there were attacks in Denmark, in France and the Netherlands.
So the European leaders are saying, what is Iran doing it, trying to carry out assassinations on European soil? They also see this as part of a kind of behavior that they want to stop. Well, they've imposed sanctions, so it's not simply just allegations. And people have been arrested in France. Sanctions based on allegations, not sanctions based on facts. Let me make a couple of comments, because this is very important, and I want to really address this. First of all, the arrest of the person who is charged with the Villepin bombing happened on the day of arrival of our president in Europe after many months of preparation. Do you think we're really crazy that we do this on the day? At least we do it the day before, the day after, 10 days after, wouldn't die. We do it on the day that our president comes here. I mean, give us some credit. Some accusations now, that perhaps it was a rogue operation within Iranian agencies? It could be a false flag operation, it could have been an entrapment, it could have been a rogue operation, but it's certainly not the work of a government that you should call crazy if he did it. And you don't gain the influence that we have by being simply crazy. آقای روحانی یک سفر در کل این مدت اومده اروپا به سوئیس و به اتریش رفته و این حادثه اتفاق افتاده. ببینید اینجاش صورت مسئله رو حرف منو بد استنباط نکنید. من میخوام بگم که اینجا یک چیز جاش بو میده، یک جاش شک آور هستش که خب رئیس جمهوری اگر این کار توسط وزارت اطلاعات رخ داده باشه، خب در شب حرکت خودش برای سفر اروپایی برای نجات برجامی بلد. که آبروی او بهش گره خورده، این معنی نداره. لذا من تلقیم این هستش که این عملیات تروریستی است، مسئولیت آفرین هست برای کل نظام، اما توسط نیروهای سازمان امنیت سپاه که بسیار نفوذ کردن در لایه های وزارت خارجه تدارک دیده شده بود، همون هایی که دنبال برهم زدن برجام بودن. برای من مسئله بسیار پرسش انگیزه که این اقدام نمیتوانه توسط وزارت اطلاعاتی که زیر نظر آقای روحانی داشته کار میکرد، آقای روحانی که هویت خودش و حیثیت خودش رو بابت این برجام گذاشته بود، اتفاق افتاده باشه. بذارید من نمونه دیگه خدمتتون بگم. ببینید از نظر من قطعاً آقای فرقه رجوی داره دنبکش رو دست میگیره. قطعاً ترور جنایتکارانه ای که قرار بود در پاریس صورت بگیره علیه مجاهدین دو سال و نیم پیش بدون اطلاع روحانی بوده. چطوری؟ معلومه اینجا روحانی تو جریان نبوده. چرا؟ چون منافعش اقتضا نمی‌کرد. اون جناح رژیم که به دنبال برهم زدن میزه و درگیری داره با روحانی، سر منافع جناحیشو مبادرت به این کار. ظریف اگه بهش بگی به لحاظ سیاسی بهت میگه آقا این کارو نباید بکنیم. ظریف بهتون میگه من دیپلماتم، اینجوری میشه اونجوری میشه، همه داستاناشو میگه. ولی از نظر من تو تصمیم گیری روحانی نبوده. اگر نه در زمانی که خودش خارج کشوره که ترور نمیکنه که. میخواست بکنه یه ماه قبل، میخواست بکنه 6 ماه بعد، 3 ماه بعد. صرف نظر از اینکه ظریف اطلاع داشته یا روحانی اطلاع داشته، که از نظر من مطلقاً هیچ کدوم اطلاع نداشتن، ولی مسئول مستقیماً ما یک دستگاهی نیستیم که سر خود عمل کنیم. اولاً که این مذاکرات در حوزه هسته‌ایه، ماه‌ها این مذاکرات ادامه داشته، نه اینکه در یک جلسه فرانکفورت دوستان ما نشستن و این نتیجه گیری رو کردن. این مذاکرات در هیئت نظارت گزارش شده، در دبیرخانه شورای امنیت گزارش شده، در دبیرخانه شورای امنیت بررسی شده، زیر و بالا شده، پایین و بالا شده، در هیئت نظارت گزارش شده. مگر میتونیم ما تو این کشور کاری رو بکنیم بدون اینکه گزارش بدیم؟ شورای ملی مقاومت، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم. تلاش مذبوحانه وزارت اطلاعات رژیم
برای دربردن آخوند روحانی از مسئولیت و آثار سیاسی و حقوقی حکم دادگاه آنتورپ. وزارت اطلاعات برای دربردن آخوند روحانی از مسئولیت توطئه انفجار تروریستی در ویلپند و آثار حقوقی و سیاسی حکم دادگاه آنتورپ که بر مذاکرات برجامی همسایه افکنده و به ویژه برای دربردن او از پیگرد قضایی پس از پایان کارش و سلب مسئولیت در خاتمه دوره ریاست جمهوری، مزدوران اطلاعات از قبیل ایرج مساقی را موظف کرده است در کانال‌های معلوم الحال برای روحانی سینه چاک بدهند و بگویند روحانی در جریان این عملیات نبوده و اطلاعات سپاه و رقبای روحانی پشت این قضیه بودند. حکم دادگاه آنتورپ مضافاً بر بیانیه سه وزیر فرانسوی در مورد مسئولیت وزارت اطلاعات و همچنین پیشاگهی رمزگونه مشاور روحانی 10 روز قبل از زمان معین شده برای انفجار در روز 9 تیر 1397 درباره ترور خانم رجبی، جایی برای نعل وارونه عوامل و چارپایان اطلاعات آخوندها باقی نمی گذارد. 1. حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک که قبلا معاون و از دشخیمان وزارت اطلاعات بوده است، در روز 18 ژوئن 2018، 28 خرداد 1397 در یک توییت رمزگونه نوشت: میگویند کلاهی در کشمیر گم شده و چه بسا زوجه هم در این شلوغی زوجه المرحوم را در دیار باقی پیدا کند. آنها که به دنبال تابستانی داغ هستند ماجرای نیمروز را هم فراموش نکنند. آنها که مشاور امنیت ملی را نمکگیر کردند. در تفسیر همین توییت سایت عصر ایران 2 روز قبل از گردهمایی ویلپند نوشت: کلاهی عامل انفجار 7 تیر 60 است و کشمیری عامل انفجار 8 شهریور 60 و منظور از زوجه المرحوم نیز مسعود رجوی است که به گفته ترکی فیصل زنده نیست و طبعاً زوجه او مریم است. و آقای آشنا هشدار می‌دهد که مجاهدین خلق یا منافقین که به حمایت‌های جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ و متحد دیروز خودشان دل خوش کردند. یکی از شروط ایران برای مذاکره احتمالی با ترامپ می‌تواند این باشد که تکلیف جان بولتون و حمایت‌های او از مجاهدین خلق یا منافقین روشن شود. 2. وزیران کشور، خارجه و اقتصاد فرانسه در 2 اکتبر 2018 در بیانیه مشترک خود در برابر اقدام‌های تروریستی فوق‌العاده وخیم اطلاعات ملایان در خاک فرانسه، اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم و همچنین مدیریت امنیت داخلی در وزارت اطلاعات ایران را مسئول شناخته و دارایی‌های آنها را منجمد کردند. در همان روز یک مقام دیپلماتیک فرانسه به رویترز گفت یک تحقیقات طولانی و موشکافانه و با جزئیات توسط سرویس‌های اطلاعاتی ما را قادر ساخت به این جمع‌بندی برسیم که بدون شک مسئولیت بر عهده وزارت اطلاعات بوده است. سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر و مدیر کل اطلاعات دستور این حمله را داده است. 3. متعاقباً اتحادیه اروپا، اسدالله اسدی، سعید هاشمی مقدم و مدیریت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را در لیست تروریستی 28 کشور قرار داد. 4. حکم دادگاه برلین در سال 1997 در مورد جنایت تروریستی میکونوس، مسئولیت ولی فقیه و رئیس جمهور و وزیر خارجه و وزیر اطلاعات رژیم را به طور قطعی تعیین تکلیف کرد. شاهدان و اسناد انکارناپذیر توطئه تروریستی در ویلپند و پرونده قطور آن در دادگاه آنتورپ نیز در این باره جای تردید باقی نمی‌گذارد. تشبثات روحانی و ظریف و وزارت اطلاعات و مأموران و مزدوران بدنام که ابتدا می‌خواستند انفجار و توطئه تروریستی را به گردن خود مجاهدین بیاندازند
و اکنون در صدد فرار از آثار سیاسی و حقوقی حکم دادگاه آنتورپ هستند، به جایی نخواهد رسید و عدالت گریبان آنها را رها نخواهد کرد. شورای ملی مقاومت، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم. از نظر من تردیدی در این ماجرا نیست که جناح مقابل روحانی این کارو کرده. از نظر من تردیدی نیست که روحانی در جریان کار نبوده و به نظر من اطلاعات سپاه کرده. از نظر من به طور قطع و یقین روحانی خبر نداشته. این نظر منه. سر قضیه بلژیک هم به نظر من این عملیات تروریستی اگرچه متعلق بخشی از رژیم هستش، ولی همه رژیم مسئولشه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی ببینید، چون بعضیا وقتی شما درست تحلیل نکنید این دچار خط رژیم پیش میره، چون ظریف میاد همینو میگه، راست هم میگه، میگه آقا ما دیوونه این، پس اینا خودشون کردن. عجبی که این چیزها رو مثلاش این حرفا نیستش که ببینید ظریف حرفش پیش میره، میگه آقا ما خودمون تو اروپاییم، رئیس جمهورمون تو اروپاست، مگه دیوانه ای ما بیام عملیات بکنیم؟ پس کی کرده؟ میگه خود اینا کردن. البته بذارید من یه موردی رو خدمتتون بگم. مسعود رجوی از خدا میخواست این بمب اونجا منفجر شه. مسعود رجوی از خدا میخواست این بمب اونجا منفجر شه. چرا؟ چون میگفت انعکاس میگیره. از نظر من با توجه به شناختی که از رهبری مجاهدین دارم، اونا بسیار بسیار علاقمند بودن که این بمب منفجر بشه و تلفات داشته باشه، تا به زعم خودشون طبق اون تعریفایی که مسعود رجبی میکنه از کسانی که اونجا کشته شدن به عنوان شهید طلایی یاد کنن و تبلیغ بکنن، یا اینکه در واقع بتونن خودشون انعکاس بگیرن، چون برای مجاهدین انعکاس گرفتن در مطبوعات مسئله اصلی و حیاتیه و به خاطرش حاضرن هر کاری بکنن، کما که در عراق هم ما شاهد بودیم، بارها و بارها تحریک میکردن عراقی های تا دندان مسلح و مزدوران رژیم رو که به اونها حمله کنن. جمهوری اسلامی جناح‌های مختلف داره، خود اینها درگیری‌هایی در درون خودشون دارن. از نظر من به طور قطع و یقین روحانی در جریان این عملیات نبوده. بنابراین صرف نظر اینه که هر کسی تو ایران پشت این ماجراست، که از نظر من اطلاعات سپاه پاسداران بوده و از نظر من کسانی که در رقابت با روحانی هستن پشت این ماجرا بودن.